تا جایی که موضوعات را برای شما در برنامه ورد توضیح داده بودم قسمت های کومنتس بود. با قسمت کومنتس آشنا شدین و در ادامه می خواهیم که موضوعات ترک چینج را برای شما توضیح بکنم و ضمناً زمان که ما از قسمت ترک چینج استفاده می کنیم در کنارش ضرورت میشه که از موضوع پروتکشن همچنان استفاده کنیم. روی همین موضوعات در این ویدیو می خواهیم توضیحات برای شما داشته باشم. ادامه ویدیو رو دنبال کنیم. سلام، عارف حسینی هستم، به کانال آی تی وید خوش آمدید. هفته چندین ویدیوی آموزشی به طور منظم در کانال آی تی وید اپلود میکنم. بنابراین برای اینکه ویدیوهای بعدی را از دست نتین کانال سابسکرایب کنید و علامت زنگ فشار بکنید. گزینه‌ای که اینجا داریم موضوع ترک چینج است. ببینیم که چطور میتونیم استفاده کنیم. فرض کنید در اداره کار میکنم و گزارش معاشات را تایپ میکنم. پس می مشخص میکنم اینجا رپورت و بعدش هم سیلری. گزارش معاشات علامه مساوی رنج قوس باز. فعلا از رنج استفاده میکنم، چاره ای نیست. بعدش هم کنترل جی جستفایش کردم و این گزارش را بر فرض مثال تهیه کردم. اگر شما درس های گذشته تعقیب کرده باشین در تیب هم میتونیم این را استایلش چنج کنیم. می مشخص میکنم هیدینگ یک باشه که اگه عنوان داشته باشیم دیگه موضوعات به نظرم درست است. و اگر خواستین میتونین از قسمت دیزاین موضوع پاراگراف اسپیسینگ همچنان تنظیم کنین. ببینم که پاراگراف اسپیسینگش هم یک کمی میخوایم زیاد کنم و ببینم چقدر باشه. به نظرم که موضوع اوپن درست است. کلیک میکنم اوپن و مشکل رفع است. گزارش معاشات تهیه کردم. خب فعلا چی کار کنیم؟ در اداره ای که ما کار میکنم فایل رو میخواییم ذخیره کنم. پس در اون صورت بالای فایل کلیک میکنم، بعدش هم از موضوع سیو از استفاده میکنم، در موقعیت دلخواه ذخیره میکنم. بالای کدام گزینه کلیک کنم؟ براوز. میم بالای موضوع بنام براوز کلیک میکنم و بعدش هم کجا میخواییم ذخیره کنین؟ میم مشخص میکنم روی دسکتاپ. و میفهمین خودتون که زمانی که ما شما فایل ها رو ذخیره میکنیم باید برای فایل خود یک نام مشخص کنیم. اینجا نام فایل ما پیش از پیش برنامه ورد تشخیص داد و رپورت سیلری اوکی است. پس در اون صورت فایل باید ذخیره کنیم. بالای موضوعی به نام چی؟ آها بله، بالای موضوعی به نام سیف اینجا کلیک میکنم و فایل ما شما ذخیره شد. موفقانه فایل در روی دسکتاپ ذخیره کردیم اینجا به نام رپورت سیلری. فعلا ببینید مشکلی که وجود داره. حالا اگر می فایل ما یک شخص دیگه باز کنه، بر فرض مثال یک کسی دیگه می در روی دسکتاپ فایل میبینه، راست کلیک میکنه و بعدش هم کلیک میکنه بالای موضوع برام اوپن و در این فایل تغییرات میاره. بر فرض مثال می مشخص میکنم اینی قدر ساحر از این قسمت بر فرض مثال حذف میکنه، بعدش هم کنترل اس سیو میزنه و بعدش هم بالای موضوعی به نام کلوز کلیک میکنه. او شخص تغییرات آورد، فایل ذخیره کرد و بعدش هم اینجا من زمانی که فایل خود پس دوباره باز کنم میم خودم مراجعه میکنم، راست کلیک و بعدش هم از موضوعی اوپن استفاده میکنم. فعلا ببینین وقتی که من فایل باز میکنم و میفهمم که در کجا در فایل شخص دیگه اومده تغییرات آورده، کدام قسمتش حذف کرده، قطعا نمیفهمم و یک مشکل کلان است. در صورتی میتونم بفهمم که گزارش از اول تا آخر بخونم، چون خودم تایپ کرده بودم وقت میفهمم که چی مثلا کم شده. خب در ادارات شما معمولا میفهمین که گزارش بر فرض مثال فعلا تهیه کردم، بعد از دور زمانی که اومدم مستقیم چاپش میکنم، ارسالش میکنم، روانش میکنم در جایی که ضرورت است. پس دونوتر مورد است که ما و شما جدا به مشکل برمیخوریم. بعد از این میخوایم بفهمم که هر کسی که رپورت سیلری را باز میکنه اگر تغییرات را در فایل ما میاره، ما باید از او تغییراتی که او شخص میاره آگاه شوم، با خبر شوم. پس در اون صورت یادتان باشم فایل خود خودم باز میکنم مالی و میخوایم که بعد از این هر کسی که روی فایل ما تغییرات میاره ما باید آگاه شوم، با خبر شوم. پس در اون صورت باید چی کار کنم به نظر شما؟ بله، باید برم در صحه چی؟ ریویو و بعدش هم گزینه ای را که باید من فعال کنم او باید چی باشه؟ ترک چینج. یعنی اگر کسی روی فایل ما چینجز تغییرات میاره او تغییرات شما پیگیری بتونم. پس در اون صورت بالای موضوعی به نام ترک چینج کلیک میکنم و حالا میبینید که ترک چینج فعال شد. کنترل اس سیوش میزنم، دیگه اصلا تشویش نمی داشته باشم. بر فرض مثال یک شخص دیگه ای آمد این فایل ما رو باز میکنه، پس در اون صورت راست کلیک، بعدش هم بالای موضوعی به نام اوپن کلیک میکنه و میخواد که در این فایل تغییرات بیاره. خب میه بعضی تغییرات در این داکومنت میاره، ما
مثلا کارهایی که میکنه، یعنی قسمت بر فرض مثال می حذف میکنه، دلتش میکنم، درست، بعدش هم سمت پایین حرکت میکنه، قسمت بعدی یعنی قسمتم می دلتش میکنه، حذف میکنه و در این قسمتم تغییرات میاره. مثلا از نگاه فونت می فونت شکم کوچک میکنم بر فرض مثال، و بعدش هم رنگ قلمش هم چنج میکنه، کلیک میکنه اینجا، و بعدش هم کنترل اس سیف میزنه، و بعدش هم موضوع کلوس روی فایل تغییرات آورد و فایل ذخیره کرد. حال ما خود ما مراجعه میکنیم. خب من میخوایم کمی رپورت سلری را باز کنم ببینم که چطور میشه، آیا عمو تغییرات که شخص آورده بود از او تغییرات با خبر میشم یا خیر. پس در اون صورت آل خودم هستم مراجعه میکنم، راست کلیک، بعدش هم از موضوع چی باید استفاده کنم اوپن کلیک میکنم اینجا و میبینین چقدر خوب سمت چپ اینجا اینجا اگر متوجه شوید میبینین چقدر جالب رنگای سرخ ظاهر شده. در چند قسمتی فایل رنگای سرخ ظاهر شده؟ در سه قسمتش. پس در اون صورت برای ما مشخص میکنه که در این قسمت ها یک شخص دیگه بعد از شما روی فایل شما تغییرات آورده. خب فعلا به این استایل مارک شده و ممکن است که اصلا مارک نشه. پس برین در صفحه ریویو و بعدش هم اینجا میبینین گزینه ای را داریم به نام مارک و همیشه بین یکی از این گزینه ها را حتما انتخاب بکنین و گزینه نو مارکاپ را باید انتخاب نکنین، چون اگر ما بالای نو مارکاپ کلیک کنم هم تغییرات رو که شخص آورده اصلا برای ما نمایش نمیده. خب یکی از گزینه های مناسب انتخاب میکنم، میگم ساده نمایش بده سیمپل مارکاپ و میفهمم که در سه قسمت فایل تغییرات آمده. ای استایلی که نشانی میکنه را نمیخوایم، پس در اون صورت بالای سیمپل مارکاپ بالای همین قسمت کلیک میکنم و از گزینه آل مارکاپ استفاده میکنم کامل نشان بده. پس میبینید چقدر جالب گزینه آل مارکاپ انتخاب کردم و امو تغییرات را که شخص آورده بود نشان میده بر ما، یعنی قسمت را ببینین حذف شده بود، درست، و قسمت بعدی را میگه این ساحه را حذف کرده بوده، آیا قبول میکنیم نمیکنیم، و یعنی قسمت هم روی فونتش تغییرات آورده و فونت هم میفهمین که کوچک کرده و رنگش هم چنج کرده، در این قسمت توضیحات داده. پس در اون صورت برای که تغییرات رد یا قبول کنیم از کدام گزینه باید استفاده کنیم؟ اینجا یا از گزینه accept استفاده میکنیم یا از گزینه reject استفاده میکنیم. خب ببینیم به نظر شما که از کدام گزینه استفاده کنیم. خوبی تغییرات را که آورده مسلمان من قبول ندارم، پس روی تغییرات حرکت میکنم. اینجا از گزینه next و previous استفاده میکنم. اینجا previous change تغییراتی که آورده بوده و next change، من بالای next change کلیک میکنم، اولین تغییرات. این چطور میکنین؟ قبول میکنین یا نه؟ مقداری از تکست حذف کرده، قبول داریم؟ نه خیر، قبول نداریم، ردش میکنیم. پس بالای موضع reject کلیک میکنم و میبینیم چقدر خوب پس آمد، درست؟ یعنی قسمت هم میگه حذف شده، آیا قبول دارین؟ اگر بالای موضوعی برام accept کلیک کنم میبینین حذف شد، از بین رفت، چون قبول کردیم. کنترل زد میگم نه خیر، قبول ندارم، پس از کدام گزینه استفاده کنم؟ اینجا reject کلیک میکنم. اینجا یعنی قسمت میگه که فونتش کوچک کرده و رنگش هم تغییر داده، آیا قبول دارین؟ اگر بالای موضوعی برام accept کلیک کنم میبینین اموتر باقی میمونه. کنترل زد میکنم، میگم قبول ندارم، بالای موضوعی برام reject کلیک میکنم و بعدش هم کلیک میکنم که مشکل رفت. چقدر خوب، یعنی تو از موضوعی track change میتونین استفاده کنین، ولی گپ اینجا خلاصه نمیشه، یعنی track change اگر به این استایل استفاده کنین مشکل داره. ببینین مشکل track change میخوایم برای شما توضیح بدم. برای فعلا میبینین که گزینه track change فعال است، کنترل اس فایل خود را سیف میکنم، ولی یک شخص دیگه می این فایل را باز میکنه و میخواهی که در روی فایل ما تغییرات بیاره. پس در اون صورت راست کلیک میکنه، از موضوعی به نام اوپن استفاده میکنه و پیش از اینکه شخص روی فایل تغییرات بیاره میره میبینه که آیا در صفحه ریویو گزینه track change ما فعال کرده بودیم یا نکرده بودیم. آها، میبینه که موضوع track change فعال است، track change کلیک میکنه، ابتدا غیر فعال میکنه، غیر فعال شد، بعد از اون تغییرات میاره، می قسمت بر فرض مثال قسمت حذف میکنه، دلیت، قسمت بعدی رو مثلا اینجا رو هم حذف میکنه، درست، دلیت، بعدش هم کنترل اس سیو میزنه و داخل هم میبینین تانوس چک چنج فعال نبود، پیگیری نتانسته، به خاطر که من متوجه تغییرات نشوم باز دو صورت چک چنج فعال میکنه داخل. کنترل اس سیو میزنه و بعدش هم بالای موضوعی به نام کلوز کلیک میکنه. فعلا ببینین من به مشکل برمیخورم،
وقتی که بیم رپورت سلری را باز کنم، بالای موضوعی به نام اوپن کلیک میکنم، خودم مراجع کردم و میخواهم بفهمم که آیا کسی در این فایل تغییرات آورده نآورده. خب مسلما در صفحه ریویو مراجعه میکنم و میبینم که گزینه آل مارکاپ انتخاب است، چک چنج من فعال است. خب اگر کسی تغییرات می آورد خب اینجا نشانی می شد، حال نشانی نشده. پس اینطور نتیجه می گیرم که کسی روی فایل ما تغییرات نآورده. مستقیم چاپش می کنم کنترل پی پرینت و در هر جایی که ضرورت باشه ای را چاپ کده روی می کنم. پس به نظرتان این روش درست است؟ قطعا این روش درست نیست. یعنی نقطه ضعف یعنی مشکل داره که اگر به این سبک ما بیاییم استفاده کنیم. پس یادتان باشه به خاطر که به این مشکل ما بر نخوریم، زمانی که ترک چنج را فعال کردیم این باید لاک کنیم که شخص دیگه بدون اجازه ما و شما غیر فعالش نتانه. پس برای که بتونیم ترک چنج خود را لاک بکنیم، اول ترک چنج ما فعال کردیم درست، بعدش هم میریم بالای موضوع برام پروتکت اینجا کلیک میکنم و از موضوع رستریکت ایدیتینگ استفاده میکنم. کلیک میکنم بالای گزینه رستریکت ایدیتینگ و بعدش هم اینجا آپشن ها را چک بزنین و ببینین که از کدام گزینه استفاده میکنین. میبینین چه خیلی جالب، چی را میخواین لاک کنین. میتونین کومنت ها را لاک کنین، که مبحثی بود که ما شما قبلا موضوعات کومنت برای شما توضیح داده بودم، او را میتونین لاک کنین. ولی بعض موضوعات دیگه هم هست که بعدا باز برای شما توضیح میتونم، ویدیوی آموزشی تهیه میکنم. ولی برای فعلا چی را میخواییم لاک کنیم؟ ترک چینج را میخواییم لاک کنیم. کلیک میکنم بالای ترک چینج و بعدش هم بالای موضوعی به نام Yes Start Enforcing Protection کلیک کنیم. کلیک میکنم اینجا پسورد تان را تایپ کنیم، 1 2 3 4 درست 5 و بعدش هم 1 2 3 4 5 پسورد خود تایپ کردم. بعدش هم کلیک میکنم بالای گزینه بنام اوکی و بعدش هم کلیک میکنم بالای موضوعی بنام کلوز، کنترل سیف میزنم، بعدش هم کلوز میکنم. حال باید اصلا تشویش نداشته باشم، فایل خود را ترک چینج فعال کردم، ترک چینج هم لاک کردم. حال یک شخص دیگه میایه روی فایل ما تغییرات میاره. خب چطور کار میکنه؟ اول میره در صفحه ریویو، میخواد ترک چنج غیر فعال کنه و اینجا ببینین گزینه ترک چنج وقتی که ما بالاش کلیک کنم خب لاک است، قفل است و اگر بالای لاک شو بخواد بالا کنه، بالای قسمت کلیک میکنه پسورد میخواد. خب اگر پسورد حدس بزنه نتیجه نداره. بعدش هم بالای گزینه بنام اوکی کلیک میکنم، میگه ده پسورد از اینکرکت، پسورد شما اشتباه است. کلیک میکنم بالای گزینه بنام اوکی، چقدر خوب. ولی اگر تغییرات هم بیاره فایده نداره. میم مشخص میکنم اینجا، ببینین مثلا این قسمت حذف میکنه دلیت و میبینین که اینجا قسمت بعدی رو مثلا دلیت، قسمت بعدی رو میم مشخص میکنم دلیت، کنترل اس میزنه و وقتی که خودم مراجعه میکنم میتونم پس دوباره رول بکش کنم. کلیک میکنم اینجا و بعدش میبینین که در 3 قسمت مارک شده. ما میایم در صفحه ریویو مستقیم میگم کلش رد شوه. پس در اون صورت از ریجکت آل میتونم استفاده کنم. ابتدا ترک چینج خودم ما میایم از حالت لاک میکشم، 1 2 3 4 5، بعدش هم اوکی و بعدش هم میگم ریجکت آل. کلیک میکنم اینجا و ببینین که ریجکت آل چینج. ما یک کلیک کل موضوعاتی که حذف کرده بود پس دوباره آمد. اینطور میتونین از موضوع ترک چینج استفاده کنین. زمان لایک است دیگه، اگه ویدیو رو خوشتون اومده لایک کنین، لایک و کامنت، منتظر کامنت تان هستم، کامنت هم بکنین. سلامت باشین.